وقتی نیروهای امنیتی کسی رو بازداشت میکنن، با فشار به خانواده فرد بازداشت شده تلاش میکنن تا موضوع بازداشت رسانه‌ای نشه. این در حالیه که اطلاع رسانی و بازتاب گسترده خبر بازداشت فرد توسط خانواده و همکاران تو فضای مجازی و رسانه‌ای مزیت‌های زیادی داره. اما متاسفانه دیده میشه که برخی از افراد و حتی عده‌ای از کسانی که مدعی فعالیت حقوق بشری هستند در این راه ناخواسته همراه با نیروهای امنیتی خانواده ها رو تشویق به سکوت میکنن و این باعث میشه فرد بازداشت شده به راحتی فراموش بشه و این همون چیزیه که به شدت مطلوب قدرت سیاسی حاکمه. اطلاع رسانی درباره فرد بازداشت شده بسیار مهم و حیاتیه، اما همین اطلاع رسانی در عین حال با چالش های متعددی همراهه. از سوی رعب و وحشتیه که نهادهای امنیتی برای خانواده ها ایجاد می کنند، مبنی بر این که اگر رسانه کنید موضوع رو، فشارها رو بر عزیز بازداشت شده شما افزایش میدیم و از سوی دیگه ما فرد بازداشتی رو داریم که با گمنام موندن تو زندان بعد حجم بالایی از فشار، شکنجه و آزار رو تحمل کنه. سوالی که مطرح اینه که بالاخره باید اطلاع رسانی کرد یا نکرد؟ بد نیست موضوع رو از زاویه دیگه نگاه کنیم. به نظر شما همین که نهادهای امنیتی بر رسانه ای نشدن موضوع اصرار میکنن نمیتونه گواه خوبی باشه بر این که موضوع باید حتما رسانه ای بشه؟ اطلاع رسانی در مورد فرد بازداشتی در زمان طلایی بسیار مهمه. زمان طلایی از لحظه بازداشت تا زمان اتمام بازجوییه. به دروغ‌ها و تهدیدهای بازجوها در مورد خبر رسانی توجه نکنید و در مورد عزیزان بازداشت شدتون اطلاع رسانی کنید. افرادی که در مورد اونها اطلاع رسانی انجام نمیشه بیشتر در معرض خطر قرار دارن و فشار بیشتری به اونها وارد میشه. بازجو راحت تر اونو برای اعتراف اجباری و سناریو سازی تحت فشار قرار میده و همین اعترافات غیر واقعی اجباری رو مبنای اتهامات و صدور حکم قرار میدن. تجربه نشون داده که رسانه‌ای شدن موضوع بازداشت و بازتاب گسترده اون تو فضای مجازی با کاهش فشار بازجویی و شکنجه برای فرد بازداشت شده همراه بوده و فرد با حکم سبکتری روبرو شده. مواردی وجود داره که رسانه‌ای نشدن موضوع بازداشت عواقب بسیار دردناکی رو به همراه داشته. به عنوان مثال عدم اطلاع رسانی در خصوص بازداشت ستار بهشتی و رسانه‌ای نشدن موضوع بازداشت به قتل ستار در زیر فشار بازجویی منتهی شد و یا در مورد سعید زینالی به ناپدید شدن قهری این بازداشتی انجامید. برای سالیان سال فقط خانواده ها بودن که به این مسئله توجه داشتن و اونها بودن که سعی می کردن اطلاع رسانی کنن تا عزیزان در بندشون فراموش نشن. بدیهیه که هم ابزارهایی که خانواده ها داشتن در مقایسه با امکانات جمهوری اسلامی بسیار اندک بود و هم در شرایط بسیار سخت سرکوب و امنیتی این کار رو انجام می دادن. در نتیجه طبیعیه که صداشون هم به جایی نرسیده باشه. در سالهای اخیر چه اتفاق افتاده که وضعیت رو نسبت به سالهای گذشته بهتر کرده؟ یکی این که با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی گردش اطلاعات و اخبار آسان‌تر شده. شبکه‌های اجتماعی میتونن در این زمینه خوب عمل کنند و رسانه‌های خارج از ایران هم میتونن در این موارد نقش برجسته‌ای داشته باشند. پس از رسانه‌ای کردن موضوع بازداشت افراد واهمه‌ای نداشته باشیم و تا حد ممکن تلاش کنیم تا موضوع بازداشت بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ای داشته باشه. بهتره اسم و مشخصات فرد بازداشت شده، تاریخ و ساعت دستگیری، محل دستگیری و چگونگی بازداشت و در صورت ممکن نهاد دستگیر کننده را توی اطلاع رسانی ذکر کنیم. نگذاریم نام فرد بازداشت شده از حافظه ها پاک بشه. میلان کوندرا توی یکی از داستانهای معروف خودش به نام کلاه کلمنتیس می نویسه تلاش انسان در برابر قدرت، تلاش حافظه است در برابر نسیان. فراموشی نیروییه که قادر به نابودی همه چیزه و امروزه قدرت‌های سیاسی خیلی خوب می دونن که چگونه باید از این دوتا بهره بگیرن. ویدیو رو با دکلمه از ابراهیم رشیدی، فعال مدنی ترک آذربایجانی که روزهاست تحت بازداشته، به پایان میبرم. خدا نگهدار. محکم یپش ماریه و یمازدان سور شردک
Dağlardayken özünü özgür sanırsan orada. Çox geceler oxuyuram, qışda güneyə tərəf gedərəm. Hansı köklər qavrayar, hansı dallar bəzər. Buradakı daş yığınını, ey insanoğlu. Bunu bilə bilməz, duya bilməzsən, çünki bildiyin yalnız günəşdə qurulan bir qırıq butlər yığınıdır və ona nə ölü ağac kölgə salır, nə cır-cır böcüyü rahatlıq, nə də qaya sıldırım, su səsi verir. Yalnız o qızıl qayanın altı kölgədir və mən elə bir şey göstərəcəyəm sənə ki, nə səni dayanmadan izləyən sabahçı kölgəndir, nə qalxıb səni qarşılayan axşamçı kölgən. Sənə göstərəcəyəm qorxunu bir ovuc tozda, mənə verdiyin ilk sümbüllərdən bir il keçir və sonra sümbül qız qoydular adımı. Amma gün batan çağı qaydanda sümbül baxçasından, qolların dolu, saçların ıslaq idi nədənsə. Qonuşmadım, gözlərim də seçmədi sanki. Nə diri idim, nə ölü, nə də bir şey anlayırdım. Təkcə dümdüz baxırdım ışığın gözünə, səssizlikdə.